گزارش ویژه خبرنگار بی بی سی فارسی از شمال سوریه. با خروج نیروهای آمریکایی از منطقه کردها چه میگویند؟ چه کسی برنده توافق میان ترکیه و کردهاست و بازنده ها کدامند؟ خبرنگاران ما در منطقه به این سوال پاسخ میدهند. گفته های دونالد ترامپ علیه ترکیه را یادتان هست؟ و حالا این. به وزیر دارایی دستور دادم که همه تحریم هایی که 14 اکتبر در پاسخ به حمله ترکیه علیه کردها در منطقه مرزی شمال شرقی سوریه وضع شده بود بردارد. از سفیر سابق ترکیه در آمریکا میپرسیم آیا لغو تحریم ها علیه ترکیه به معنای پایان تنش میان ترامپ و اردوغان است؟ همچنین در برنامه امشب استعفای سرپرست وزارت خارجه افغانستان. صلاح الدین ربانی میگوید در 5 سال فعالیتش شاهد به حاشیه کشیده شدن نهادهای حکومتی بوده. کشف 39 جسد در یک کامیون در نزدیکی لندن. پلیس بریتانیا گفته مبدأ این کامیون بلژیک بوده. گفتگوی اختصاصی بی بی سی فارسی با فابیولا جینوتی، اولین زنی که به ریاست مرکز تحقیقات هسته‌ای اروپا رسید. و در پایان برنامه اجرای موسیقی خواهیم داشت از دو آرزو. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تمام تحریم‌هایی را که به دلیل حمله ترکیه به سوریه وضع کرده بود لغو کرد. آقای ترامپ گفته که ترکیه به او تضمین داده که به آتش بس پایبند باشد. همزمان مظلوم کوبانی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه که عمدتاً کرد هستند، گفته که آمریکا قول داده از اتحاد با کردها حمایت کند. آتش بس بین کردها و ترکیه دیروز بعد از دیدار رهبران روسیه و ترکیه تمدید شد. بر اساس این توافق نیروهای روس و سوری به جای نیروهای کرد در مناطق مرزی شمال سوریه مستقر می شوند و نیروهای مسلح کرد به عمق 30 کیلومتری مرز عقب نشینی می کنند. همه اینها تحولاتی است که در پی خروج غیر منتظره نیروهای آمریکایی از شمال شرق سوریه رخ داد. حالا روسیه جای پایش از همیشه در سوریه محکم تر است. اما برنده اصلی آخرین تحولات سوریه کیست؟ روسیه و بشار اسد، ترکیه یا آمریکا؟ بیشتر به این موضوعات میپردازیم. اول گزارشی ببینیم از جیار گل. بور از دجله، رودخانه‌ای که کردستان عراق را از مناطق تحت کنترل کردها در شمال سوریه جدا می‌سازد. دقایقی پس از ورود به سوریه، کاروانی از خودروهای زرهی در جهت مخالف نمایان می‌شوند. این کاروان به سوی عراق در حرکت است. روی سر ما جنگنده های آمریکایی دارن میچرخن و اینجا هم یک کاروانی از خودروهای نظامی ارتش آمریکا اینجا ایستادن، دارن این منطقه رو ترک میکنن. آمریکایی ها در 3 سال گذشته در کنار کردها بر علیه داعش جنگیدن. در حقیقت این سربازان آمریکایی بودن که حملات هوایی رو هدایت میکردن که مواضع داعش رو هدف قرار بگیرن. در جنگ با داعش نیروهای کرد بیش از 11,000 کشته دادن به هزاران معلول. حال متحد آنها آمریکا در حال ترک کامل منطقه است. امروز کردهای سوریه با خطری جدی تر، یعنی ترکیه و حکومت بشار اسد روبرو هستند. تصمیم ترامپ برای خروج نیروهای آمریکا از منطقه درها را برای سناریوهای پیچیده باز کرد. طرفهای زیادی درگیرند. آمریکایی‌ها، روس‌ها، ترک‌ها، حتی دولت سوریه، ایران و دیگران دنبال نفوذ در این منطقه و کنترل آن هستند. ما واقعا نمی‌دونیم چه پیش خواهد آمد. در یکی از بیمارستان‌های قامیشلو در چند کیلومتری مرز ترکیه تعدادی از نیروهای کرد مجروح شده در حملات اخیر ترکیه بستری شدند. بفرین 21 ساله عضو یگانهای مدافع زنان یپج است. در منبج طبق سد تشرین با داعش جنگیدم. اخیراً هم در سریکانی بودم. اونجا زخمی شدم و خیلی از دوستامم شهید شدند.
یعنی بکی به دویجم هم بریندار بونتیده حوالی مجی شهید کتن. اینجا مراسم عزاداری یکی از نیروهای دموکراتیک سوریه از کردها که در جنگ اخیر ترکیه کشته شدن. پدرش اینجا نشسته که پسر 22 ساله اش رو از دست داده. اینا صحنه هایی است که میشه در خیلی از روستاها و شهرهای این منطقه دید. مادرش داخل نشسته. پسرم در حمله هوایی ترکیه کشته شد. ما چه گناهی کردیم اردوغان اینجوری به ما حمله میکنه؟ ما در آب و خاک خودمون زندگی میکنیم. کاری با اردوغان داشتیم؟ ما در جنگ داعش بیش از 11,000 شهید دادیم. چرا اون موقع به ما نمیگفتن تروریست؟ حالا شدیم تروریست؟ ترکیه میگوید ایجاد منطقه امن برای دور کردن نیروهای کرد از مرزهایش برای امنیت ملی این کشور ضروری است. اما شهروندان غیر نظامی هم در امان نبودند. پس از حمله ترکیه 10,000 نفر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. در این حملات 120 غیر نظامی کشته شدند. یکی از آنها برادر کوچک سارا بود. اما پدر او هنوز به سارای 8 ساله نگفته که برادرش کشته شده. سارا خود راهی طولانی برای بهبود پیش رو دارد. در حملات ترکیه او یک پایش را از دست داده و پای دیگرش به شدت آسیب دیده. با توجه به تهدیدهای ترکیه و احتمال بازگشت حکومت بشار اسد به این منطقه، خطر جنگی دیگر جان شهروندانی همچون سارا را تهدید می کند. ژیارگل، BBC، قامشدود. برای بررسی بیشتر این موضوع خبرنگاران ما ژیار گل از اربیل در اقلیم کردستان عراق با ماست و همچنین مهداد فرهمند از اورفا در مرز ترکیه و سوریه. ژیار، مظلوم کوبانی فرمانده نیروهای کرد اعلام کرده که در یک تماس تلفنی که با دونالد ترامپ داشته، آقای ترامپ قول داده که از اتحاد آمریکا و کردها حمایت بکنه. چقدر واقعا آقای کوبانی داره حساب میکنه روی این وعده آقای ترامپ؟ ببین، من فکر میکنم مظلوم کوبانی فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه داره احتمالاً سیاست رو بهتر یاد میگیره و زبان دونالد ترامپ رو بهتر یاد میگیره. من در 2-3 ساعت پیش هم گفتم یکی از فرماندهان بلند پایه نیروهای دموکراتیک سوریه به من گفت یک جنگ و جدل لفظی بسیار شدیدی بین مظلوم کوبانی و نماینده های آمریکا بوده. چرا نمایندگان آمریکا میخواستن کردها با روسیه معامله نکنن و مظلوم کوبانی برمیگرده و حتی سر اونها داد میزنه، شما با چه جرأتی میخوای این حرفو بزنید که ما رو رها کردی و رفتید، الان داری میگید شما باید با روسیه معامله نکنید، آیا گزینه ای برای ما مونده؟ اما به نظر میرسه آقای ترامپ تلاش زیادی میکنه که این آتش بسی که هست، آقای پوتین و آقای اردوغان به توافق رسیدن، اعتبار اون رو برای خودش ببره و به نظر میرسه ساعتی قبل از صحبت‌های آقای ترامپ که اعلام کرد که این نتیجه کار ایشون بوده، با آقای مظلوم کوبانی صحبت کردن و ایشون هم آقای ترامپ گفت که لحظاتی دیگه ایشون اعلام خواهند کرد نظرشو و از ترامپ تشکر کرده. دقیقا همین کار شد. نیروهای دموکراتیک سوریه در توییتر، حساب توییتری خودشون گفتن که با آقای ترامپ صحبت کرده و آقای ترامپ تشکر کردن که در مقابل داعش از کردها حمایت کرده و همچنین جلوی حملات ترکیه رو گرفته. به نظر میرسه آمریکا به کردها قول داده در مناطقی که هستن ازشون حمایت بکنه و خبرهایی میرسه حتی به احتمال خیلی زیاد در مقابل دولت بشار اسد احتمالاً آمریکا دستشون بیشتر بازتر باشد که از کردها هم حمایت بکنن. اما خب اگه به هر خونه ای که میری، اگه با نانوا یا راننده تاکسی صحبت میکنی در مناطق کرد،
کردنشین سوریه که ما اخیراً از اونجا برگشتیم، همه اونها میگن آمریکا به ما خیانت کرد، ما هزاران کشته دادیم، هزاران معلول دادیم، به جای تشکر ما رو رها کردن اینجا. و چیزی هم که آقای ترامپ گفت اون منطقه که سیف نبود، امن نبوده، الان امن شده، واقعیت نداشت. اگه شما مناطق کردنشین سوریه رو مقایسه کنی با سایر بخش‌های سوریه، میشه گفت یکی از امن‌ترین مناطق سوریه بود. و همچنین خیلی از کردها میگن هیچگاه از اون مرز به ترکیه حمله نکردن، در حقیقت ترکیه دنبال بهانه بوده که به اونا حمله کنه. مرزا، تو در منطقه مرزی هستی. دیشب بعد از توافق بین ترکیه و روسیه 150 ساعت فرصت داده شد به نیروهای کرد برای اینکه عقب نشینی رو شروع بکنن. آیا شاهد این عقب نشینی هستیم؟ این 150 ساعت از ساعت 12 ظهر امروز شروع شد و ترکیه خیلی دقیق داره نگاه میکنه ببینه در آن سوی مرز چه خبره و رصد میکنه که آیا نیروهای شبه نظامی کرد از مواضع خودشون عقب نشینی میکنند یا نه. امروز ارتش سوریه نیروهای بیشتری فرستاده به این مناطق، به طور ویژه به شهر عین العرب یا کوبانی و همچنین به منبج و به سمت حسکه و قامشلی هم نیرو فرستاده برای اینکه اینها کارشون رو شروع بکنند. بنابر قراری که میان آقای اردوغان و آقای پوتین گذاشته شده، قرار است که اونطور که روسیه اعلام کرده، قرار که ارتش سوریه 14 تا پست دیدبانی مرزی در امتداد مرز ترکیه احداث بکنه که بنابر اون قرار اطمینان حاصل بشه از اینکه شبه نظامیان کرد فاصله خودشون رو با مرز ترکیه رعایت میکنند. ژی‌آر، فکر میکنی که تا اینجای کار برنده های اصلی این تحولات کدام کشورها بودن؟ رانا، حقیقتا من وقتی که با کردها صحبت میکردم، با فرماندهان کرد صحبت میکردم، اونا احساس میکردن که دارن بهشون زور میگن، دارن از جایی که براش مبارزه کردن اونا رو دور میکنن. اما خب به نظر میرسه در این میان قطعا این روسیه هستش که به بیشترین منفعت رو برده و قطعا بشار اسد متحدش هسته، چرا که مناطقی ما که داریم درباره صحبت میکنیم مناطقی بود در کنترل کردها و آمریکایی‌ها اونجا حضور داشتن. حالا با خروج آمریکایی‌ها، این ولادیمیر پوتینی که تصمیم میگیره در اون منطقه دقیقاً چه اتفاقی بیفته. چیزی که من از به حال کردها میشنیدم اونجا در این چند روز این بود که اونا واقعاً به شدت نسبت به قصد روسیه خیلی مشکوک هستن، اما خب چاره جز معامله با روسیه و دولت مرکزی سوریه ندارن. مرداد، آیا ترکیه به اون چیزی که میخواست رسید؟ رسانه‌های ترکیه خیلی دارن مانور میدن رو اینکه این رو قراری که دیروز گذاشته شد رو پیروزی برای ترکیه قلمداد کنند. حتی امروز دولت باخچلی، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه که خودش رو زعیم ناسیونالیسم ترکی میدونه، خفتان خاقان به آقای اردوغان اهدا کرد. یعنی ردایی که در گذشته های خیلی دور ایلخان های ترک به تن می کردند. به نوعی در واقع این ذهنیتی رو که آقای اردوغان داره به سمت سلطانی پیش میره، این رو تقویت کرد. اما در این حال اگر نگاه بکنیم، آقای اردوغان به اون هدفی که میخواست برسه فاصله زیادی داره، چون هدف او صرفا این نبود که شبه نظامیان کرد رو دور بکنه، بلکه میخواست که قلمرو بگیره از سوریه برای اینکه سوری‌های تحت امر ترکیه رو در اونجا مستقر بکنه، 1 تا 2 میلیون آواره سوری رو به اون قلمرو انتقال بده و در اونجا اسکان بده و این میتونست تغییر بافت جمعیتی اونجا رو به همراه داشته باشه. به نظر میرسه که دیگه این بخش از هدف او با دست یافتن خیلی فاصله زیادی داره. قلمرویی که تونسته به دست بیاره کمتر از 1/5 اون نیست که به دنبالش بود. از سوی دیگه به داخل ترکیه اگه نگاه بکنیم، هم آقای اردوغان به نوعی پیروز حساب میشه از اون جهت که 4 حزب این کشور، حتی 2 حزب مخالفش، حزب جمهوری خلق و حزب نیک، با اینکه مخالف آقای اردوغان بودند پشتش ایستادند و از این عملیات ارتش ترکیه حمایت کردند. همچنین در سطح مردم افکار
افکار عمومی هم خیلی پشت آقای اردوغان ایستاد و از ارتش ترکیه حمایت کرد و این در حالی بود که یادمون نره چند ماه پیش آقای اردوغان شهرداری استانبول رو از دست داد در ماه‌های گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی ترکیه از محبوبیت او و حزب حاکم کاسته شد و این عملیات تونستش که یک وضع آقای اردوغان در افکار عمومی و همچنین از لحاظ سیاسی خیلی بهتر کنه. بله. اما روی دیگه این رو اگر نگاه بکنیم، اینجا در مناطق کردنشین ذهنیت عمومی، افکار عمومی خیلی مخالف با این عملیاتی است که انجام شد و منتها خیلی به شکل علنی جرأت بیانش رو ندارن. اگر خودشون رو نزدیک احساس بکنن، مثلا من خودم اینجا با مردم کرد محلی صحبت کردم که به من گفتن که ببین ما در آن سوی مرز کشته میشیم، در این سوی مرز سرکوب میشیم، یا اینکه با یکی از نمایندگان حزب دموکراتیک خلخا در مجلس ترکیه صحبت کردم، عمر اوجالان، برادر زاده عبدالله اوجالان، اون میگفتش که من به خاطر جوی که در مجلس حاکمه، من 5 ماهه که در جلسات مجلس شرکت نکردم، 8 شهردار کرد رو در مناطق کردنشین از همین حزب در روزهای اخیر بازداشت کردند و این حزب رو که در واقع تبلور روندی است که با عنوان حل مسئله کرد در ترکیه شروع شده بود داره به سمت حذف پیش میبره و نتیجه این چیزی جز قطبی تر شدن جامعه ترکیه نیست که این در واقع در نهایت میتونه به زیان کل کشور تمام بشه. متشکرم. خبرنگاران ما مهداد فرهمند از مرز ترکیه و سوریه و ژیار گل از اربیل با ما. اما عثمان فاروق‌اوغلو، سفیر پیشین ترکیه در آمریکا، از شهر آدانای ترکیه با ماست. آقای فاروق‌اوغلو، خوش آمدید به برنامه. دونالد ترامپ تحریم‌هایی که علیه ترکیه وضع کرده بود در پی حمله این کشور به سوریه رو یک جا لغو کرد. آیا فکر می‌کنید که این قدم ممکنه به معنای پایان تنش بین آمریکا و ترکیه باشه؟ Only insofar as this operation in the north of Syria by Turkey is concerned. تا حدی که به عملیات ترکیه در شمال شرق سوریه مربوط میشه، بله، برای که مسائل دو جانبه دیگری بین آمریکا و ترکیه وجود دارد، جمله مسائل منطقه‌ای دیگه مثل ایران و همینطور مسئله عراق. اما این توافق مشخصی که عملیات ترکیه رو در اون قسمت‌هایی که نیروهای آمریکایی مستقر بودن رو به پایان می‌بره، چیز خوبی هستش، بهتر از گزینه‌های دیگه است. آقای فاروق‌اوغلو، آقای ترامپ در سخنرانیش به نوعی این رو پیروزی برای آمریکا محسوب کرد، تحولات چند روز گذشته رو. در همزمان ما می‌شنویم که رسانه‌های ترکیه این رو پیروزی برای آقای اردوغان می‌دونند. از دید شما دو پیروز داشت این تحولات؟ من مطمئن نیستم که هیچ کدوم از این دو برآورد خیلی دقیق باشند، چرا که در این حال که این توافقی که حاصل شد شاید برای آمریکا مزیت‌هایی داشته باشه و این پایان خونریزی‌ها و همینطور کاهش تعداد کسانی که از این منطقه فرار کردن، تعداد کسانی که بعداً آواره میشن، بله، این توافق‌ها یک زمان و فضایی رو فراهم میکنه برای دیپلماسی. اما مهمتر از همه این هستش که ترکیه و سوریه رو به هم نزدیکتر میکنه برای انجام مذاکره. اما به هر حال سوال‌های باز بسیار دیگه‌ای وجود داره، از جمله بحث اجرای کامل این توافق‌ها با نیروهای آمریکایی و همینطور توافق با روس‌ها. و اینکه NYPG آیا از این مناطق عقب نشینی خواهد کرد یا نه در اون مهلت زمانی که طبق این توافق معین شده. اینها سوال‌های بازی هستند. 120 ساعت معین شده بود در اون توافق با آمریکا بود و حالا هم 120 ساعت با روسیه. برای همین باید ببینیم که آیا این زمان کافی رو در اختیار PYD و YPG قرار میده برای عقب نشینی یا نه، و آیا
این عقب نشینی مورد رضایت ترکیه قرار میگیره یا نه. اما من فکر میکنم، میدونی، من فکر میکنم که باید به تصویر بزرگتر قضیه شما نگاه بکنید. ما باید از خودمون این سوال رو بپرسیم، چرا ترکیه داره با آمریکا حرف میزنه، با روسیه حرف میزنه، اما با دولت سوریه حرف نمیزنه؟ چرا با حکومت بشار اسد حرف نمیزنه؟ اون باید میان جمع باشه، نه روس‌ها، نه آمریکایی‌ها. سوریه هست که همسایه ماست و ما مرتب داریم تأکید میکنیم بر تعهد خودمون برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی سوریه، اتحاد سوریه. داریم اینقدر تأکید میکنیم روی یک پارچگی سوریه، اما در این حال داریم زد و بندهایی رو با روس‌ها و آمریکایی‌ها انجام میدیم. به نظر من به عنوان یک دیپلمات این یه اشتباه هست، یک میتونه یک گسلی رو به وجود بیاره، چرا که دولت روسیه هر چقدر سریعتر در این باره حکومت سوریه رو ورود بده بهتر هستش، برای اینکه ترکیه هم به جای اینکه بخواد صلح رو، آتش بس رو تمدید بکنه، باید به صلح برسه. نفع سوریه، منافع ترکیه خیلی بیشتر از منافع آمریکا یا روسیه هستش که منطقه صلح و ثبات داشته باشه. این باید سرلوحه کار و سرمشق سیاست ترکیه باشه، نه اینکه مثلا این توافق ها که درباره شمال سوریه منعقد شده. بله، اینها توافق های مشروعی هستن لازم منافع ملی ترکیه، اما این ملاحظات امنیتی که ترکیه داره در امتداد مرزها، اینها برای همیشه حل نخواهند شد، مخصوصا که در طبق این توافقی که با روس‌ها داشتیم، نیروهای سوریه، ارتش سوریه، نیروهای مسلح اونها قراره که یک قرارگاه‌های رصد در شمال شرقی مرزشون با ترکیه برپا بکنن. و درست هم همین هستش، برای اینکه بهترین تضمین، پایدارترین تضمین برای امنیت ترکیه در دراز مدت این هستش که یک حکومت سوریه، یک کشور سوریه آرام باشه، امنیت داشته باشه و تنش نداشته باشه. بله آقای فاروق‌اوغلو، پیشنهادات شما پیشنهادات بلند مدتیه، ولی در این مقطع زمانی اگر که این توافق به همین شکل پایبند بمونه و آتش بس دائمی بشه، ترکیه حدود یک پنجم اون قلمروی رو که به دنبالش بود در خاک سوریه از آن خود میکنه. هدف آقای اردوغان این بود که حدود 2 میلیون از پناهجوهای سوری رو که در ترکیه اسکان کرده بودند رو برگردونه به داخل سوریه. با توجه به شکل فعلی این توافق، فکر میکنید که آقای اردوغان به این هدفش میتونه برسه؟ من فکر میکنم برای این کار دو تا شرط باید محقق بشه. اول از همه توافق اون میلیون ها آواره سوری که اصلا آیا میخوان برگردن به اون مناطق یا نه؟ آیا مناطقی که حالا در منطقه امن قرار هست که ترکیه ایجاد بکنه، آیا اصلا آوارا میخوان برگردن یا نه؟ اما نکته دوم این هستش که آیا دولت سوریه این توافق رو قبول خواهد کرد یا نه، این شرط رو محقق خواهد کرد یا نه. بدون تحقق این دو شرط، یک بار سنگینی بر روی دوش ترکیه وجود خواهد داشت. نزدیک به 4 میلیون آواره سوریه بدون هیچ کمک جامعه بین‌الملل الان در ترکیه هستن، در خاک ترکیه هستن، اما شما نمیتونین اونها رو به زور وادار بکنین که خیلی راحت بگین خب شما برگردید به سوریه در مناطق تحت کنترل ترکیه. اونها باید موافق این باشن و همینطور دولت سوریه هم باید موافق این قضیه باشه و باید جزوی از این روند باشه. از همین جهت این یکی از دلایلی هست که ترکیه باید حتما با دمشق مذاکره بکنه. فراموش نکنین نکات دیگری هم هستش. اول از همه ترکیه از روز اول
در این مناطق مسئول برخورد با اون عناصر کرد بوده و باید امنیت اونجا رو برقرار کنه. درست میگم؟ و نکته دومی که باید در نظر داشت این هست که ترکیه باید در نهایت خارج بکنه نیروهاش رو از سوریه و هر چه زودتر این کار رو انجام بده بهتر هستش و اون وقت میتونه این فضا، این امکان رو فراهم بکنه که زمینه بهتری برای موفقیت مذاکرات ژنو به یک سرانجام خوبی برسه برای سوریه. متشکرم عثمان فاروق‌لوغلو، سفیر پیشین ترکیه در آمریکا. ممنون که با ما بودید. صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه افغانستان، استعفا کرد. آقای ربانی در استعفانامه‌اش نوشته که 5 سال کار در حکومت وحدت ملی مطلوب نبوده و او در این مدت شاهد ایجاد شبه ساختارهای موازی و به حاشیه کشاندن نهادها بوده. آقای ربانی به علت آنچه که ادامه تخریب نهادهای دولتی خوانده گفته که ادامه کارش را صلاح نمی‌داند و استعفا می‌کند. صلاح الدین ربانی در سالهای گذشته اختلافاتی در مسائل وزارت خارجه با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان داشته. عمر صمد، دیپلمات سابق و سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا، از واشنگتن با ماست. آقای صمد، اصلی ترین اختلاف بین آقای ربانی و آقای اشرف غنی چه بوده؟ من فکر میکنم اختلاف بزرگترین اختلاف و شدیدترین مسئله بین دو نفر تداخل و مداخله ریاست جمهوری در امور وزارت امور خارجه بوده و هم در ارتباط با راهکرد و رابرد و استراتژی و پالیسی و هم در ارتباط با تعیینات، یقینا یکی از موضوعات بوده و همچنان موضوعات مربوط به شکل دهی سیاست خارجی افغانستان، اولویت ها همه جز من فکر میکنم اختلافاتی بود که وجود داشت و سیاست جمهوری از حد بیشتر در امور یک نهاد من فکر میکنم که مداخله کرده. آقای صمد، به هر حال وزارت خارجه زیر مجموعه ریاست جمهوریه، یعنی من فکر چرا انقدر عجیبه که رئیس جمهور بخواد در امور وزارت خارجهش نظارت بکنه و نظری داشته باشه؟ فراموش نکنید یک حکومت وحدت ملی بود، بله 5 سال قبل آقای جان کری رفت و موضوع انتخابات افغانستان در 2014 برنده واضح نداشت، شفافیت کافی در انتخابات وجود نداشت، لذا آقای عبدالله رئیس اجرایه شد و آقای غنی رئیس جمهور و بعضی پست‌های دولتی تقسیم شدن. وزارت خارجه بیشتر به آقای عبدالله تعلق گرفت و در اونجا وزیر آقای عبدالله معرفی کرد و این یک نوع البته موقف گیری بر علی عبدالله هم است که فعلا رقیب انتخاباتی آقای اشرف غنی است و میخوان که نشان دهند که آقای اشرف غنی و رئیس جمهور هر چی دلش بخواد میخواد انجام بده، ولی او یک موقعی صورت میگیره که نتایج انتخابات افغانستان هنوز معلوم نیست و در سیستم افغانستان معلوم دار وزیر صلاحیت های خود داره، رئیس جمهور صلاحیت های خود داره من حیث رهبر یک کشور، ولی در سیستم افغانستان در 5 سال گذشته همه از این موضوعات تا حد دگرگون بود. با توجه به اینکه آقای ربانی از متحدان آقای عبدالله بود، نبودش، حذفش از کابینه چه تأثیری بر دولت وحدت ملی میتونه داشته باشه؟ من فکر میگم چون روزای آخر حکومت وحدت ملی است تأثیر کمی خواهد داشت. اگر این موضوع 6 ماه قبل، 1 سال قبل اتفاق میافتاد یقینا تأثیر بیشتر خواهد داشت برای موقف آقای عبدالله در کابینه و در حکومت افغانستان، ولی حال امکان داره تا چند روز دیگه سرنوشت انتخابات معلوم شود و یا اینکه انتخابات سرنوشتش معلوم نمیشه و سرنوشت حکومت معلوم میشه. به یک شکلی از اشکال من فکر میکنم که این ازدواج نامیمونه که 5 سال پیش صورت گرفت رو به اختتام است و روزهای آخر خودم میگذرانه و از این به بعد دیده شود که زمام امور به دست کدام یک از این قرار خواهد گرفت و یا راه سومی جستجو خواهد شد. آقای صمد، عده‌ای
سوالی که برای خیلی ها هست اینه که آقای ربانی میگن که کار کردن در فضای دولت وحدت ملی مطلوب نبوده، اما اگر اینقدر سخت بوده چرا 5 سال آقای ربانی تحمل کردن و فقط چند هفته مونده به پایان این دولت تصمیم گرفتن که استعفا کنن؟ فکر نمی کنید که انگیزه های سیاسی و شخصی هم ممکنه دخیل بوده باشه در این تصمیم؟ خب یقینا که این سوال باید خود آقای ربانی جواب بدن، سوال خوبی است، ولی یقینا که انگیزه های سیاسی داری دخیل بوده. قسم قبلا هم گفتم روزهای آخری حکومت وحدت ملی در افغانستان و آقای ربانی از لحاظ تایمینگ و موعد سیاسی ایرا لازم دانسته که امروز استعفای خود را پیشکش بکنه. یقینا فشار هم برای آقای ربانی در خلال چند هفته و چند ماه اخیر بسیار زیاد بود. آقای اشرف غنی مانع از این میشد که آقای ربانی در سفرهای رسمی با او یک جا بره، یا حتی در سفرهای بعضی سفرهای رسمی که آقای غنی او را اساس میدانست اجازه سفر به آقای ربانی و نمایندگی از افغانستان نمیداد. حتی در سازمان ملل متحد کار بسیار غیر معمول صورت گرفت که در عوض وزیر خارجه و یا رئیس دولت و یا رئیس اجرایی مشاور امنیت ملی رفت. لحاظا این کارهای غیر عادی و غیر نرمال باعث شد بالاخره که آقای ربانی هم یک تصمیم شخصی و هم یک تصمیم سیاسی بگیرن. متشکرم عمر صمد، دیپلمات پیشین افغانستان. پلیس استان اسکس در جنوب شرق بریتانیا از کشف 39 جسد در یک کامیون خبر داده. به گفته پلیس مبدأ این کامیون بلژیک بوده و از بندری وارد شرق لندن شده. راننده 25 ساله کامیون بازداشت شده. پلیس هنوز اطلاعاتی درباره هویت اجساد نداده، اما گفته به جز یک نوجوان بقیه بزرگسال بودند. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. انتقال کامیون حامل اجساد 39 نفر قربانیان این واقعه تکان دهنده. افراد پلیس سر تعظیم در احترام به قربانیان ناشناس این جنایت هولناک. پلیس هنوز اطلاعات زیادی منتشر نکرده، اما نشانه ها همه حاکی از مرگ فجیع کسانی است که در این کامیون یخچالی جان دادند، احتمالاً نیمه شب دیشب. این کامیون به محل امنی منتقل می شود تا بتوانیم اجساد را خارج کنیم به نحوی که حرمت آنها نگه داشته شود. ما هنوز آنها را شناسایی نکرده ایم، اما این کار را حتما با احساس مسئولیت و حساسیت به سرانجام می رسانیم. پلیس تمام روز در محل مشغول بررسی صحنه جنایت بود، در داخل کامیون و در اطراف آن. این کامیون به گفته پلیس ساعت 1:40 صبح کشف شد، وقتی که دیگر برای نجات سرنشینان آن دیر شده بود، که همه به استثنای یک نوجوان بزرگسال بودند. راننده یک کامیون با شماره بلغاری یک مرد 25 ساله از ایرلند شمالی است که دستگیر شده است. او متهم به قتل است، اگرچه هنوز پلیس از تحقیقاتش از او چیزی نگفته است. پلیس حالا اینجا میگه اولویتش شناسایی قربانیانه و از هر کسی که ممکنه ارتباطی داشته باشه یا کسی از قربانیان رو میشناسه خواسته که جلو بیان و با پلیس تماس بگیرن. در پارلمان نخست وزیر گفت از شنیدن این خبر شوکه شده. بوریس جانسون گفت همه نمایندگان از این خبر شوکه شدند، یک فاجعه باور نکردنی. او گفت برای همه قربانیان دعا میکند و با خانواده هایشان ابراز همدردی. آخرین باری که فاجعه‌ای مشابه اتفاق افتاد 4 سال پیش بود، وقتی که این کامیون در کنار یک بزرگراه در اتریش در نزدیکی مرز مجارستان کشف شد. 71 آواره اینجا در این کامیون یخچالی خفه شدند، کار یک گروه قاچاقچی که بعدها شناسایی و محاکمه شدند. هنوز معلوم نیست این کامیون چگونه و چرا از بلغارستان از طریق جمهوری ایرلند به لندن آمد. تحقیقات حالا در 3 کشور بلغارستان، بریتانیا و ایرلند شروع شده. در بریتانیا بزرگترین پرونده قتل تاریخ این کشور، یک قتل گروهی. کسرانجی، بی بی سی. این آخرین برنامه از ویژه برنامه 100 زن امساله. برنامه امشب رو اختصاص دادیم به زنان در حوزه علم. گزارشی داریم از یکی از مهمترین زنان دانشمند عصر حاضر.
او رئیس مرکزی است که مرزهای علم را گسترش می‌دهد. فابیولا جینوتی، فیزیکدان ایتالیایی، اولین زنی است که به ریاست مرکز تحقیقات هسته‌ای اروپا سرن رسیده. دستاوردی مهم برای زنان در محیطی که بیشتر مردانه به شمار می‌رفته. نعیمه نامجو خبرنگار ما به ژنو رفت تا گفتگوی اختصاصی داشته باشد با خانم جینوتی و از تجربیات او در سال‌های مدیریت و دستاوردهای علمی‌اش بپرسد. بزرگترین آزمایشگاه جهان، جایی برای اختراعات و اکتشافاتی تاثیرگذار. اینجا مرکز تحقیقات هسته‌ای اروپا است، سرن. یکی از عظیمترین مؤسسات علمی در مرز سوئیس و فرانسه. رؤسای این مرکز از ابتدای تأسیس همه مردان دانشمند بودند. فابیولا جینوتی اولین زنی است که به ریاست سرن رسیده. یکی از مهمترین پست‌ها برای یک دانشمند در دنیا. رئیس مؤسسه‌ای با بیش از 19,000 محقق و دانشمند از 110 کشور دنیا. مرکزی که خودش می‌گوید یکی از مهمترین دستاوردهای بشر است. این سمت افتخار و مسئولیت بزرگیه. البته حظ زیادی هم میبرم. سرن کار گروهی رو تشویق میکنه. در طول کار من اینجا از زمان دانشجویی همیشه کار گروهی کردیم. کار گروهی کلیدیه. الان من مدیر کل سرن هستم و شغل من به همون اندازه اهمیت داره که کار یک مهندس یا کارشناس کامپیوتر. اگر مرکزی مثل سرن نبود، دانش ما از کیهان از آنچه هست هم کمتر بود. دانشمندان در مرکز تحقیقات هسته‌ای اروپا در لبه علم حرکت می‌کنند و دانش ما از هستی را شکل می‌دهند. فابیولا جینوتی می‌گوید مایه سرافکندگی است که فقط 5% از جهان را می‌شناسیم، اما به همان اندازه جذاب است که به دنبال کشف 95% دیگر هستیم. در حال حاضر در سرن در حال تقویت شتاب دهنده بزرگ هستیم و تا چند سال آینده قادریم که آزمایش ها را با پرتوهای قوی تر انجام بدیم. به این ترتیب شانسمون برای پیدا کردن چیزی که به درک ماده تاریک بی انجام بیشتر میشه. اون چه بزرگترین چالش فیزیکدان هاست. هدایت سرن کار آسانی نیست، اما او تجربه گرانبها دارد که کار را برایش آسان تر می کند. او مسئول تحقیقات کشف هیگز یا ذره خدا در آشکارساز اطلس بود. روز اعلام این خبر یکی از بزرگترین دستاوردهای علمی او و این مرکز بود. کسانی که سالها با او در این پروژه کار کردند میگویند در بحرانی ترین لحظات هم آرامشش را حفظ میکند. از او پرسیدم ریشه اعتماد به نفس او به عنوان اولین مدیر زن این مجموعه در کجاست. اعتماد به نفس رو پله پله میسازید. وقتی با چالشی روبرو میشم، روی کرده من اینه که بله، ما با چالشی روبرو هستیم و باید بر اون فائق بیایم، اما مرحله به مرحله با اون برخورد میکنیم. باید اجازه داد اعضای توانای تیم دور هم جمع بشن و مشکل رو با هم حل کنن. فکر میکنم این روی کردیه که در نهایت به موفقیت میرسه. البته که به عنوان مدیر کل باید در نهایت جمع‌بندی کنم و تصمیم بگیرم، اما مهمه که از نظرات و حمایت تیم هم بهره ببرم. خانم جینوتی 59 ساله و ایتالیایی است. از سال 1995 به عنوان فیزیکدانی جوان برای تحقیقات فوق دکترا به سرن پیوست. او عضو چندین کمیته و مجمع علمی جهانی است. این فابیولا جینوتی نوجوان است که به ماری کوری دانشمند معروف بسیار علاقه داشت، اما آن وقتها بیشتر در سرش رویای موسیقیدان شدن می‌گذشت. البته که می‌گوید موسیقی و فیزیک برایش دو سوی یک سکه است. So first of all, I don't think that I changed from music to physics. از موسیقی به فیزیک تغییر رشته ندادم. هر دو برای من وجهه مختلف یک تصویر بزرگترن و اون خلاقیت بشر و کنجکاویه. خلاقیت و نظمی که در موسیقی یاد گرفتم به اندازه خود دانشی که از فیزیک دارم در کارم به دردم میخوره.
هنوزم در وقت آزادتون می نوازید؟ هنوزم پیانو می زنم ولی نه به اندازه که دوست دارم. موسیقی بخش مهمی از زندگی منه. زمانی که او وارد سرن شد، تنها 8% پژوهشگران و دانشمندان را زنان تشکیل می دادند. اما حالا 1/5 محققان مرکز تحقیقات هسته‌ای اروپا زنان هستند. خانم جنوتی سالها در محیط‌هایی پیشرفت کرده که بیشتر مردانه به شمار می رفتند. هر فردی و در این مورد خاص زنان باید با تعهد و علاقه آرزوهاشون رو دنبال کنن. معلومه که زندگی پر از چالش و مشکلاته ولی نباید تسلیم شد. هیچ مشکلی حل نشدنی نیست. اگر که علاقه و اعتماد به نفس و نیروی محرکی وجود داشته باشه. اگه میخوای مثلا حقوق یا فیزیک بخونید باید آماده باشید و زحمت بکشید. اما تواضع هم بسیار مهمه. ما هرگز کامل نیستیم. توصیه من نهایت آمادگیه تا اعتماد به نفس پیدا کنید و شور و علاقه و تواضع. فابیولا جنوتی میگه که سالها فعالیتش در سرن تأثیر عمیقی بر او و شیوه مدیریتش گذاشته. اما اون چیزی که بیشتر از همه در مصاحبه به نظر میومد این بود که تاکید او بیشتر از جنسیت بر دنبال کردن هدف و علاقه به اون بود. نعیمه نامجو، بی بی سی، سرن. اما دلارام جارچی، استاد مهندسی برق و کامپیوتر در دانشگاه اسکس اینجا در استودیو با ماست. تحقیقات پست دکتراشون خانم جارچی در دانشگاه آکسفورد انجام دادند و مقالات متعددی هم منتشر کردند. خانم جارچی، به عنوان کسی که به هر حال هم در زمینه تحصیل هم در ایران موفق بودین هم در اینجا موفق بودین، چه چالش هایی رو مقابل خودتون میدیدین؟ خیلی ممنون. تجربه شخصی من مربوط میشه به عضویت در گروه های علمی تحقیقاتی مختلف در دانشگاه مختلف انگلستان. چالش هایی که شخصا باهاش مواجه بودم بیشتر چالش های ارتباطی و مدیریتی بود و تونستم و سعی کردم که با ایجاد مدیریت، گسترش و مدیریت همکاری های علمی با همکاران خودم، به خصوص همکاران غیر خانم، سعی در رسیدن به اهداف خودم، در جهت رسیدن به اهداف خودم رو به جلو حرکت بکنم و همچنین سعی در افزایش مهارت‌های فنی خودم کردم. و در این گروه‌های مختلف علمی از نظر تعداد خانم‌ها در اقلیت بودن و فکر می‌کنم چالش‌های ارتباطی و مدیریتی برای بیشتر خانم‌ها در همچین گروه‌هایی وجود خواهد داشت. به عنوان کسی که هم در ایران تحصیلات عالیه داشته هم اینجا، وقتی که مقایسه می‌کنید چه تفاوت‌هایی رو می‌بینید؟ از نظر کلی تجربه شخصی من، چون من هم در ایران تحصیل کردم هم اینجا، فکر میکنم در رشته خودم سطح تحقیقات خوب، کیفیت تحقیقاتی در اینجا بالاتره، ولی میتونیم در رشته های دیگه، در رشته های دیگر فنی هنوز میتونیم شاهد محققان خیلی خوبی از ایران هستیم. و من فکر میکنم در ایران خانم ها خیلی تشویق شاید نشن برای رفتن به رشته مهندسی، ولی در اینجا خانم ها خیلی تشویق میشن و دختران دانش آموز قبل از اینکه، قبل از ورود به دانشگاه با رشته فنی آشنا میشن، تشویق میشن و یک سری ویزیت هایی به دانشگاه دارن که باعث میشه که تشویقشان رشته فنی رو ادامه بدن. با این حال تعداد خانم ها در انگلستان در رشته های فنی جزء اقلیت محسوب میشه، ولی در ایران با تمام محدودیت ها میتونیم ببینیم خانم ها رشته فنی رو انتخاب میکنن و ادامه میدن. فکر کنین چقدر انتخاب شخصی زن ها در ایرانه؟ چقدر اون فشار اجتماعیه که فکر میکنن همه باید دکتر مهندس شن؟ درسته، فشار اجتماعی هم وجود داره، ولی خانم هایی که در اثر فشار اجتماعی وارد چنین رشته هایی میشن، این دسته افراد نمیتونن جذب شغل های مناسب بشن. بنابراین صرفاً در به خاطر گرفتن مدرک وارد رشته فنی میشن، ولی میتونیم شاهد هستیم که خیلی از دختران درس خودشون رو ادامه، درسشون بعد از اینکه درسشون رو تموم میکنن وارد بازار کار نمیشن یا وارد بازار کار رشته غیر مرتبط میشن. فکر میکنین که علت چیه؟ یعنی اینقدر فشار هست؟ مثلا من خودم ریاضی فیزیکم خوب بود، سوم دبیرستان تصمیم گرفتم برم علوم انسانی و پدر مادرم گفتن تو که ریاضیت خوبه بیا برو مهندس شو، و من گفتم من دوست ندارم مهندس شم. ولی خیلی ها تحت تاثیر این فشار قرار میگیرن و میرن مهندسی و
علایق واقعیشون رو فراموش میکنن، نمیرن سراغش. فکر میکنید که چه کار باید بکنن زنانی که تحت این فشار هستن از جانب خانواده هاشون و نمیتونن مقاومت کنن؟ به نظر من فرهنگ نادرست خانواده ها میتونه باشه که با فرهنگ سازی و آموزش خانواده ها میتونیم این مسئله رو کاهش، این مسئله ای که خانم ها جذب در رشته میرن که علاقه شون کمتره، این مسئله رو کاهش بدیم. اشاره کردیم که اینجا عکسشه، اینجا از سنین پایین به دختر بچه ها در واقع تشویقشون میکنن، آشناشون میکنن با رشته های فناوری، اما کماکان خیلی علاقه ندارن. برای اون شما چه پیشنهادی دارین؟ در اینجا به خاطر جدیدن در انگلستان یه منشوری به نام آتنا سوان اومده که سعی میکنن در تمام محیط های کاری به خصوص محیط های فنی برابری جنسیتی داشته باشن و به همین دلیل تشویق میکنن اعتماد به نفس خانم ها رو بالا ببرن و یک سری شرایط مناسب برای خانم ها فراهم کنن و اگر موانعی در مسیر تحصیل یا شغل خانم ها باشه، مثلا خانم هایی که دوران مادری رو طی میکنن، شرایط مناسب برای این جور خانم ها فراهم میکنن، حمایتشون میکنن برای اینکه در محیط کار برابری جنسیتی باشه و تلاشایی داره انجام میشه و شاید با این هم نوعی فرهنگ سازیه که دختران دانش آموزشون رو تشویق میکنن قبل از رسیدن، قبل از ورود به دانشگاه با رشته فنی آشنا میکنن تا بتونن این رشته فنی رو، رشته های فنی رو ادامه بدن و و هدفشون رسیدن برابری جنسیتی در رشته های فنی و مشاغل مرتبط است. خیلی کوتاه فکر میکنید که چقدر موفق بودن این تلاش ها در غرب، چقدر موفق بوده؟ اخیرا در انگلستان تا جایی که من میدونم موفق بوده و تعداد خانم ها مخصوصا هیته خودم رو در نظر بگیرم در مشاغل آکادمیک خانم ها رشد افزایش بیشتری به نسبت سالهای گذشته داشتن. متشکرم دلارام جارچی، استاد مهندسی برق و کامپیوتر در دانشگاه استکس ما. اما پیش از برنامه در گفتگو با سریا پوپل عضو آکادمی علوم افغانستان از او پرسیدیم به عنوان یک مدیر در این مجموعه با چه چالش هایی روبرو بوده. بله خوشبختانه من مدت 22 سال در بخش علوم طبیعی که رشته ما کیمیا است تحقیق کردم و مصروف تحقیقات علمی بودم. هیچ تفاوت بین یک محقق زن و یک محقق مرد در اکادمی علوم محسوس نبود، ولی زمانی که حتی زمانی که من بر 6 سال رئیس مرکز دایره المعارف افغانستان بودم، در 6 سالم ایتو تفاوت بین زن و مرد احساس نکردم، ولی زمانی که من به حیث رئیس اکادمی علوم تعیین شدم، رئیس عمومی اکادمی علوم، برای 6 سال در اوج احساس کردم که تعصب، تبعیض به شکل بسیار شدیدش در جامعه افغانی بین زن و مرد وجود داره. من به بسیار مشکلات، به بسیار مقابله، به بسیار سختی 6 سال مدیریت کردم به اکادمی علوم. اکادمی علوم یک نهاد است که 3 بخش داره: بخش علوم طبیعی، بخش علوم بشری، بخش علوم اسلامی، شامل 84 دیپارتمنت و 44 انستیتوت و 14 مرکز علمی تحقیقی بود. من 6 سال مدیریت کردم با بسیار مشکلات، ولی یک مدیر موفق بودم. از عهده مشکلات به خوبی برآمدم، با برادرها مقابله کردم و تانستم که اکادمی را آنچنانه که من میخواستم مدیریت بکنم. تا قبل از مدیریت در اکادمی من احساس نکرده بودم، در سه کاری تفاوت احساس نکرده بودم. مرد و زن دانشمند اکادمی در پای تحقیق بودن، یکسان پروژه می گرفتن، یکسان تحقیقات علمی می کردن و یکسان از پروژه های خود دفاع می کردن و یکسان رتبه علمی را می گرفتن. خانم پوپل به ما گفتند که در افغانستان بیشتر زنان و دخترانی که در رشته های علوم تحصیل می کنند پس از فارغ التحصیلی به شغل معلمی رو می آرن و مرتبط با رشته تحصیلی خودشون کار نمی کنند. از او پرسیدیم آیا در سال های آینده این تغییر می کنه؟ من بسیار امیدوار هستم.
زنانی که امروز در افغانستان چانس پیدا کردن در بخش های مختلف مدیریتی، در بخش های مختلف علوم کار میکنن، اینا کوش میکنن زمینه سازی بکنن، کارهای را انجام بدن که نسل های بعدی علاقه بگیرن و بتونن مطابق رشته که علاقه دارن تحصیل میکنن، او رشته چی مهندسی باشه، چی تکنیک باشه، چی وترنری باشه، چی فارمسی باشه، مطابق رشته خود کار بکنن. و بسیار امیدوار هستیم و فکر میکنم وضعیت بسیار خوب و خوبتر شده میره. زنا برشان زمین سازی میشه، مطابق رشتهشان میتونن کار خود پیش ببرن. ولی حرفی است که ما یک تصویر خوب و مثبت از زنایی که در بخشای مدیریتی و بخشای ساینسی مطابق رشته خود کار میکنه، یک تصویر مثبت از این بجا بگذاریم تا دخترها در سالهای بعد علاقه بگیرن و ترجیح بدن که بر علاوه معلمی در رشته های تخصصی خود کار بکنن و از همه مهمتر فامیل از اینا، پدران از اینا، شوهران از اینا حاضر شوند که به زنا اجازه بدن که غیر از معلمی در کارهای تخصصی و مسلکی مشغول شوند و وظیفه به پیش ببرن. سریا پوپل بود از اعضای آکادمی علوم افغانستان. هایده شیرزادی زنی است که سرسختانه برای نجات زمین تلاش می‌کند. اکولوژیست و فعال محیط زیستی که به ایران برگشت تا اولین مرکز بازیافت زباله در بخش خصوصی را راه بیاندازد و به گفته خودش برای زمین مادری کاری کند. در زمانی که آشغال‌ها نفس زمین را گرفتند و می‌گوید به فکر نجات زمین است. خانم شیرزادی در گفتگو با فرنوش امیرشاهی از زندگیش گفته. من هایده شیرزادی هستم، زاده شهر گیلان غربم از استان کرمانشاه. دانش آموخته دو رشته کشاورزی بین المللی و اکولوژی و حفاظت محیط زیست از دانشگاه کاسل آلمان هستم. در سال 1380 پروژه بازیافت کرمانشاه شروع به کار کرد با طرح تفکیک پسماندا در مبدا. اولین طرح آموزش تفکیک پسماندا در مبدا، اولین طرح بیوکمپوست ایران در شهر کرمانشاه استارت خورد. این راه من آسان نبود. من 6 سال واقعا مستمر مراجعه می کردم به شهرداری ها، وزارت صنایع، اداره صنایع استانداری، وزارت کشور از این پروژه حمایت کنم. من صدای زمینم، چون زمین صدا نداره و ما باید صداشو برسانیم به گوش مسئولین، به گوش جامعه که بتونیم زمین رو حفظ کنیم. من و همسرم تصمیم گرفتیم از داشتن فرزند چشم‌پوشی کنیم و ماندگاری کارهامونو به نام فرزند خود ببینیم. دویست شغل مستقیم ایجاد شده. 120,000 متر مکعب شیرابه جلوگیری شده که سفره‌های زیرزمینی آلوده میکنه. 700,000 متر مکعب گاز گلخانی که اثر جهانی داره. با اجرای طرح‌های آموزش تفکیک در مبدا به مردم، تغییر نگرش در مردم ایجاد شده. امروز برین تو محله‌ها و کارتون رو شروع کنید و بعد. از نظر فیزیولوژی مرد و زن از نظر فکر کردن تفاوتی ندارن. این فکرای ماست که تفاوت ها رو ایجاد میکنه. امیدوارم مردم ایرانم بدونن که ایرانو برای فرزنداشون باید سالم جا بگذارن.
و اما امشب دو آرزو مهمان ما هستند، آرزو صنعتی نیا و آرزو آزادی. مهمانان ما در برنامه امشب و شبهای گذشته همه کارآموزانی هستند از آموزشگاه سرنای که در حال یادگیری موسیقی هستند و نسل آینده زنان موزیسین ایران خواهند بود. این برنامه رو با اجرای قطعاتی از دو آرزو به پایان میبریم. شروع کنید.